Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Ba salam ve durud hizmeti şuma binendigan aziz ve kabulü taat ve ibadatutun. Bu umidin ki همه گناهانمون با اومدن این ماه مبارک رمضان با رفتنش و عبادت و طاعت در این ماه گناهانمون بخشیده شده باشد. پیامبر علیه السلام روزی بر منبر بالا رفتن برای منبر که خطبه جمعه بخونن و منبر پیامبر علیه السلام چند تا پله داشت. یه پله اول رو بالا رفت گفت آمین، پله دومی گفت آمین، پله سومین هم فرمودند آمین و صحابه پرسیدن یا رسول الله این آمین گفتن شما به چی بود؟ گفت که جبریل دعا کرد، گفت که خواب و خسر من دخل الجنه ولم یغفر له، منم گفتم آمین. گفت زیانکار و ضررمند باشد کسی که داخل رمضان بشه و گناهانش بخشیده نشه. یعنی رمضان اینقدر اجر عظیمی داره و اینقدر راهی بزرگ برای پاک کردن گناهان و بخشیده شدن از گناهان است. اون وقت کسی رمضان رو دریابه، در روی این کره خاکی و در این دنیا زنده باشه، رمضان بیاد و بره و گناهان اون بخشیده نشه. یعنی رمضان اومد و رفت و تو اینقدر دعا نکردی، اینقدر مناجات نکردی، اینقدر عبادت نکردی که گناهات بخشیده بشه. چون رمضان راه آسان و سریع است برای دخول بهشت و لذا به اضافه رمضان فرصت‌های دیگری هم وجود داره که اگر انسان این فرصت‌ها رو غنیمت بشماره حتما پیروز و موفق خواهد بود. میرم سراغ سوال‌های شما عزیزان و لذا اصل موضوع ما سوال‌های شما عزیزان است. سوال اول رو بیننده عزیز گفتن سلام، خسته نباشید، من سوالی دارم، آیا قرائت قرآن، حکم خواندن قرآن برای اموات چی است؟ آیا ثوابش به اونها میرسد؟ چندین بار من این موضوع شرح دادم. اولا یک موضوعی است که اختلاف نظر درش هست، ولی قبل از اینکه وارد بحث اختلاف نظرها بشم نگاهی به قرآن کریم و سنت پیامبر بندازید ببینید چگونه است. پیامبر علیه السلام در مورد اموات مثلا می‌فرمود که وقتی که کسی رو تشییع جنازه‌اش می‌کردند، اون رو دفن می‌کردند، تازه فوت کرده بود، می‌گفت فرمود استغفروا لأخیکم فانه الان يسال، یا میفرمود استغفروا لاخيكم وادعوا له بالتثبيت و فانه الان يسال، میفرمود که برای برادرتون طلب مغفرت کنید و دعای ثبات کنید، یعنی دعا کنید که در سؤال قبرش ثابت قدم باشد و بتواند جواب بدهد. چیز دیگری نفرمود. یعنی روایاتی که در این باب اومده همش بحث دعاست، طلب مغفرت بکنید براش، دعای ثبات بکنید براش. و در حدیث زیارت قبور که داریم پیامبر علیه السلام وقتی که میرفتن دعا میکردند و برای اموات السلام على اهل الديار يرحم الله لنا ولكم، سلام به قبرستان میکرد و براشون دعا میکرد. و وقتی که کسی رو در قبر میگذاشتند میفرمید بسم الله
و بالله و علی ملت رسول الله. دیگه چیز دیگری نبود که برای اونها طلب کنه از خداوند و یا بگه کار دیگه، برید قرآن براش بخونید. نفرموده در زمان پیامبر نبوده که پیامبر خودش برای مثلا انباتی که در قبر میگذاشتن و حضور داشت براشون قرآن خونده باشه. مثلا سوره اخلاص که اگه سه بار بخونی اجرش ماننده یا مانند خود قرآن کریم هست. خیلی هم آسون، همه هم بلدن، همه هم حفظ بودن. نفرمود مثلا سوره حمد رو بخونید یا نفرمود الفاتحه مع الصلوات که میگن سر قبرها میگن. پیامبر این کار رو نکرد، صحابه هم نکردن. یک روایت هم نیومده بگه اگر رفتید سر قبرستون فاتحه بدید، ولی فرموده دعا کنید. دعای شما مهمتر از خوندن فاتحه هست برای اموات، ثوابش سریعتر به اونها میرسه. ولی مردم عادت کردن، یعنی یک کسایی اومدن مردم رو عادت دادن به این و دیگه همچنان ادامه داره. اگه کسی، حالا تنهایی نم نیست، بعد نمازها هم اگر الفاتحه نگفت و فاتحه نخوندن فکر میکنن که نمازشون باطله یا نمازشون ناقصه، در حالی که هیچ ربطی به نماز نداره از جهت اینکه فاتحه بعد از نماز جزء نماز نیست، نه سنت هست، نه بلکه ادعی میگن که بدعت بین شیوه در آوردنش و تبدیل کردن به یک عبادت. این از جهت روایت. و حتی روایت دیگری هم فرمود اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من احدى ثلاث، اگر یکی از بنی آدمی فوت کرد میگه اعمالش قطع میشه، نامه اعمالش بسته میشه مگر از سرا. یک راجشون میفرماد صدقتون جاریه، یک صدقه جاریه رو برای خودش گذاشته بعد خودش ادامه داره. مثلا فرض کنید یک چاهی زده که آبش فی سبیل الله باشه، آب کشی کرده برای روستایی، مدرسه درست کرده، جاده درست کرده، وقف گذاشته برای فقیر و فقرا، مسجد ساخته، کتاب چاپ کرده، همه اینا صدقه جاریه. بعد آدم ثوابشون دوباره میاد. یا در ادامه حدیث فرمود او ولد صالح یدعو له، یا فرزند صالحی داره که بعد خودش براش دعا میکنه، یدعو له، دعا میکنه. نفرمود که نمازاشو میخونه، نفرمود قرآن براش میخونه، نفرمود هیچ کاری دیگه، فرمود یدعو له. و فرمود او علم ينتفع به، بعد خودش یه علمی رو گذاشته، کتابهایی رو نوشته، علومی رو اختراع کرده، برای مردم ازش نفع میبرن از اون علم، ثوابش همچنان بعد خودش وارد نامه اعمالش میشه. یا در احادیث دیگری وقتی که نگاه میکنیم بحث صدقه دادن برای اموات روایت داره و در حدیث دیگری که مسائل زیادی رو مطرح میکنه میفرماید ان مما یلحق المؤمن بعد موته من عمله و حسناته. یکی فرمود علما علمه او نشره او ولدا صالحا ترکه او مصحفا ورثه او مسجدا بناه او بيتا لابن السبيل بناه او نهرا اجراه او صدقه اخرجها في من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موت. فرمود اگه این کارا رو کرده باشه در زمان حیات خودش، اینا بعد مرگش هم باز ثوابش به اون ملحق میشن. اینا چی هن که فرمود؟ یا علمیه که به دیگران یاد داده یا نشر داده اون علم رو، یا فرزند صالحی رو بعد خودش گذاشته براش دعا میکنه، یا مصحفی رو داره به ارث گذاشته دیگران از روی اون میخونن، یا مسجدی بنا کرده، یا خونه ای برای ایتام ساخته، یا خونه ای فی سبیل الله بنا کرده که مردم توش استراحت میکنن. بعضی جاها خونه ای میسازن به اسم خونه خیر،
که مسافری در راه مونده ای، کسی که کارش گیره اونجا، میره یک شبی رو استراحت میکنه. بعد میفرماید یا صدقه رو اخراج کرده از مال خودش در زمان حیاتش که ادامه داره. اینها به انسان مؤمن ملحق میشن همه اینها. یک چیزی دیگری هم پیامبر فرمود بعد مرگ انسان دوباره براش ثواب داره. فرمود من سن سنتا حسنتا فله اجره و اجر من عمل به. اگر کسی راه و روش خوبی رو در میان مردم گذاشت و مردم هم از اون پیروی کردن، ثوابش برای اون هم میرود. در این باب مسائل خیلی زیاده، همشون بحث دعا هست. یعنی شما دعا کنید برای اماتون و از این مسائلی هم که بحث کردیم جزء صدقات جاری است داشته باشید. اما اینکه کسی بشینه قرآن بخونه، نماز براش بخونه، ذکر براش بخونه، هیچ روایتی نیومده که این رو تایید کنه. ولی خب اهل علم اجتهاد کردن و گفتن بله می شود، حالا یه عمل صالحیه و به دیگری تقدیم میکنیم. عده و زهر علم مثلش امام شافعی گفتن نخیر، طبق این آیه که فرمود و لیس للانسان الا ما سعا، ثوابش بهش نمیرسه. حالا میریم سراغ این فاتحه خوانی. اگه بعد از میت فاتحه خوانی براش میذارن، هر کی میاد یه فاتحه ای میده، این بدعت. اما اگر خودت برای خودت قرآن میخونی توی خونت، بعد ثوابش رو هدیه میکنی به مردهات، این جمهور فقها گفتن ثوابش میرسه، دلیلی هم براش ندارن، ثوابش هم میرسه گفتن. ولی اینکه کسی رو اجیر کنی، حقوق بهش بدی، بیا بگو بیا بشین قرآن بخون برای پدر من، برای مادر من، پول بهت میدم، به هیچ وجه. این هم بدعته، هم گناهه، هم بازی قرار دادن دینه، هم ایجاد کردن یک روش غلط در میان مسلمانان. اون کسی که بار اول این رو عادت کرد به مسلمانان و مردم رو اجیر گرفت برای اینکه برای پدر و مادرش قرآن بخونن، گناه همه کسانی که بر این راه رفتن به گردن اونه، چون چیزی توی دین نبوده و اضافه شده. میرم سراغ سوالهای شما عزیزان. سوال دوم، بله، بیننده گفتن سلام علیکم. سوال میگویند که در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان نماز 4 رکعتی نفلی را بخوانید که بعد از سوره فاتحه 3 بار آیت الکرسی و 15 بار سوره کوثر را بخوانید و به خاطر نمازهای قضایی که در گذشته داشتید. آیا این حدیث صحیح است؟ نه خیر، این روایت باطل هست، این جعلی هست، این حدیث حدیث جعلی باطل، این روایت صحیح نیست عزیزان. و چنین نمازی ما اصلا نداریم و به هیچ وجه هم 4 رکعت نماز با این کیفیتی که شما میخونید جای اون نمازهایی که خوندید رو نخواهد گرفت و اصلا جایز نیست این نماز رو به این کیفیت بخونید که کسی گفته، سندیت نداره و صحیح هم نیست. سلام علیکم جناب مولای صاحب مرتضی، سلامات جانتان جور است. جناب من یه خواب دیدم در ایران هست، مسافر هست، خودم چیز زیاد مال میچرانم، مالم زیاد گوسپن میچرانم، شب خواب دیدم، خوابم تعبیر میکنیم دویمی، باز شب دویمی خواب دیدم زیاد گاو است، او را میبرم در کشتاری با میکشم خیرات میتیم در مردم، این چی معنی داره؟ امیر از خیرتان یک روش کنه. ما تعبیر خواب نمی کنیم، انشالله که خواب خوبیه، ولی تعبیر خواب نمی کنیم. تعبیر خواب یک عالم واسعی هست و برای هر کسی یه تعبیری داره. اصلا تعبیر خواب کردن از پشت تلفن من فکر نمی کنم کار صحیحی هم باشه، زیرا یک خواب میتونه برای 2 نفر 2 تا معنی متفاوت داشته باشه. میگن یک کسی اومد نزد ابن سیرین گفت که خواب دیدم دارم اذان میگم. گفت که میری حج و
خیلی تونل کشید. یکی دیگه هم اومد باز گفت من خواب دیدم که دارم اذان میگم. گفت که دزدی میکنی میگیرنت و حکم رو برات اجرا میکنن. اونایی که اونجا بودن بعد پرسیدن گفتن همین چند بار لحظه پیش یکی اومد گفتی که میری حج، حالا بین یکی گفتی دزدی میکنی. گفت که اونی که اولی که اومد مشخص بود انسان صالح و انسان اهل تقوا و خلاص پریزگاریه، و این که داره اذان میگه من معنا رو از این آیه گرفتم که فرمود و اذن فی الناس بالحج یأتوك رجالا وعلى كل ضامر یأتین من كل فج عمیق. میگه از این آیه گرفتم که فرمود خداوند به ابراهیم گفت اذان بده، یعنی اعلان کن. کلمه اذان یعنی اعلان کردن، اعلان کن مردم برن حج. و اما دومی از هم از شیوه طرح مسئله است، هم از آشنایی و شناختی که ازش داریم، آدم صالحی نیست، آدمی که دنبال شر و شوره. و اینو گفتم دزدی میکنه، اینم استنباط کردم از این آیه که در سوره یوسف هست، وقتی که اون برنامه ریزی کرد حضرت یوسف که پیمانه رو داخل خورجین باری که مال برادرش بود گذاشتند و سپس اونا رو گرفتند به عنوان دزد. و از این آیه که فرمود و اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، میگه اینو از این آیه گرفتن. پس بنابراین یک خواب برای دو نفر امکان داره دو تا معنا داشته باشه، ملابسات او، شرایط او، همه اینها تفاوت داره. به همین علت ما تعبیر خواب نمی کنیم. تعبیر خواب رو یا خودتون تعبیر کنید، شرایط خودتون رو میدونید، یا اینکه واگذار کنید به خداوند و امید خیر داشته باشید. سلام جناب استاد، وقتتون بخیر، خسته نباشید. یه سوالی داشتم، این که من شنیدم میگن که تورات و انجیل اینا هم در ماه مبارک رمضان نازل شده، این درسته یا نه؟ با کمال تشکر. نمیدونم تورات و انجیل در چه زمانی در چه ماهی نازل شدند رو نمیدونم، و چنین چیزی در قرآن و در حدیث نیومده، نه در قرآن اومده نه در حدیث اومده. و این حرفی که شما میزنید فکر میکنید برکت ماه رمضان، فضیلت ماه رمضان به نزول قرآنه. هر زمانی و هر مکانی فضائلش رو، بزرگیش رو، عظمتش رو از حوادثی که درش واقع میشه میگیره. ولذا و قضیه برعکس نیست، یعنی به خاطر بزرگی ماه رمضان نیست که قرآن درش نازل شده، به خاطر نزول قرآن که رمضان بزرگ شده، که رمضان عظمت پیدا کرده، که رمضان مبارک شده. و میتونه در هر دو این برکت وجود داشته باشه، ولی برکت قرآن بیشتره. استاد محترم، جناب استاد سوال داشتم، این که اگه یک شخص سه بار زنش رو بگه طلاق، طلاق میشه یا نه؟ در مورد طلاق، اولا دوستان عزیز، طلاق موضوع ساده ای نیست، موضوع ساده ای نیست، و نباید اون رو مورد این رو یک وسیله قرار بدیم برای مسخره کردن، برای نمیدونم خالی کردن خودتون. و هر وقت عصبانی شدی فورا لفظ طلاق رو به دهن میارید، گرفتار میشید، خودتون و خانوادتون گرفتار میشید، و بعدم پشیمون میشید و دیگه پشیمونی فایده ای نداره. در یه حدیثی گرچه ضعیفه روش حرفه، میفرماید ثلاث جدهن جد و هزلهن جد، سه تا چیز هستن، جدیتشون هم باز جدیه، شوخیشون هم باز جدیه. یکیشون طلاقه، العتاق و الطلاق و النکاح.
طلاق دادن، ازدواج کردن، یعنی عقد نکاح کردن، اینا شوخی بردار نیست. شما حتی اگه به شوخی دخترتو به کسی عقد کسی در بیاری، به شوخی هم این کارو بکنی، باز هم جدیه. چون این تعامل بین مردمه، نمیتونی باز جدی شوخی کنی. این حدیث ضعیف هم باشه، اصلا حدیث هم نباشه، ولی شوخی قرار دادن مسائل این گونه امر آسانی نیست. و همچنین و خیلی هستن که این فکر میکنن شوخیه. یک جوانی میاد بهش با سر به سرش میذاره و دخترشو به عقدش در میاره و بعدن فکر میکنه هیچ اتفاقی نیفتاده. نه، به عقدش در آوردی تموم شده، شما دخترتو عقد کردی باش. یا اگه شوخی کنی، یا اگه مسخره بازی کنی، یا اگه در سر عصبانیت همین که تقی به توقی خورد شما بگید زنم طلاق. و اما گذشتگان حتی برای مثال آوردنم اینقدر حذر می کردن از این که لفظ طلاق رو بگن، با حذر زیادی رو می گفتن. کسی انسان با تقوایی ماموسایی بود که وقتی که داشت برای طلبات توضیح میداد میگفت که اگه کسی مثلا بگه زنم طلاق باشه، میگه اون گفته باشه، این من نیستم، مثلا میگه دو بار سه بار میگه اون گفته باشه که زنم طلاق باشه، اینطوری به این شرط به اون شرط این طلاق به معلق هست و خلاصه واقع میشه. منظورم حذر کردن از گفتن لفظ طلاق. و اما اینکه شما سه بار گفتید، کسی سه بار گفته باشه زنم طلاق، بله طلاق واقع میشه. اگر سه بار رو در یه جلسه گفته باشی، مثلا گفته باشه زنم طلاقه طلاقه طلاقه، یا به زنش گفته طلاقی طلاقی طلاقی، این سه تا رو چون در یه جلسه و در یک وقت و در یک بار بوده، یک طلاق حساب. فقها ها هستند در گذشتن بودن گفتن سه طلاق، همونطور که در نزد جمهور فقها هست، ولی واقعیت اینه با توجه به قرآن و سنت اینه که و در زمان پیامبر و زمان ابوبکر صدیق اینه که سه طلاق به یک لفظ در یک مجلس در یک زمان سه طلاق رو گفتن یک طلاق. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر شما را دنیا و آخرتتون الله آباد کنه. آمین. من ده سوال داشتم که همین سوال های من جواب می دادیم. من تاجیکستان زنگ می زنم. سوال من همیه که وقتی که من بابای تاجیکستان را گوش می کنم می گن که در شب قدر شما چه رکعت نماز بخونین، یعنی که سوره قدر را بگین، بعد شما سوره علم نشرح لک صدرک و یا سه بار بگین، ایشا سه بار بگین، همین چهار رکعت هم خیلی نماز بخونین. میگه وقتی که با دومهای ازبکستان گوش میکنیم و یوشون با همه کلمه ها را با میگن، برای همه ما شما ده و سخنهای شما ده اخلاص دارم، همچنان که رسول الله خوندگیه همه باید هنم خیلی نماز خونن یکی دیگر نماز باید بخونن، شما همچنان که رسول الله خوندگیه برای ما شما همون سوال دیمم همیه که ما چهار فرزند دارم، پسری کلونی من سینفی شش میخونم، گناه ها را گناه و ثواب فرقیتش دا میره و که کدام کار گناه داره کدام کار ثواب داره، دلسوز و رحم دیله. اما بچه ما سه بار شده دست به دزدی میزنم، والله قسم ایلاغم ای حرام پرهیز میکنم، ای حق مردم پرهیز میکنم، فرزند ما ترمیه میکنم، نصیحت میکنم، پدرش هم همچنان انسان نیست، پدرش اهل مومینه. من میدونم که فرزندی ما برای چی در این راه میره، حالا که خودش میدونه که همی کار گناه ها خطا بدن شد. التماس استاد عزیز شما در حق فرزندی ما دعا کنید.
اما جواب سوال اول ایشون که در مورد جواب سوال اول ایشون گفتن که در تاجیکستان ملاها بهشون میگن در شبهای قدر 4 رکعت بخونید، 3 بار از سوره علم نشرح رو بخونید. چنین روایتی نیومده، یعنی هیچ حدیثی صحیحی که بگه در شبهای قدر 4 رکعت نماز بخونید و در هر رکعت 3 بار مثلا علم نشرح رو بگید، نداریم چنین روایتی که این رو در حدیث اومده باشه. در حدیث پیامبر علیه السلام نیست. پیامبر علیه السلام در شبهای قدر و در شبهای غیر قدر و در کل سال نمازی که میخوندن همش یک شکله، فقط تفاوت در اینه که در شبهای رمضان مخصوصا در 10 شب آخر بیشتر از هر وقت دیگری نماز میخوندن، طولانی تر میخوندن، دعا بیشتر میکردن، رکوع و سجودهاش در سجدهاش دعا میکردن و تلاوت قرآن زیاد داشتن و اعتکاف میکردن در 10 دهه آخر رمضان. و اما نمازهای تهجد رو 2 رکعت 2 رکعت میخوندن، قیام رمضان رو 2 رکعت 2 رکعت میخوندن، 2 رکعت میخوندن، سلام میدادن. خودشون ده حدیث صحیح هست دیگه، از این صحیحتر و واضحتر و صریحتر نداریم. فرمود صلات اللیل مثنا مثنا، نماز شب 2 رکعت 2 رکعت است، نفرمود که 4 رکعت. این در مورد نماز شب هست، نماز تهجد یا قیام اللیل. اما در مورد وتر اومده که 4 رکعت رو باید سلام خوندن، بعد 3 رکعت رو خوندن، یا 4 رکعت و 4 رکعت خوندن. اینا در مورد وتره. و روایت دیگه اومده که در حدود چند شکل و صورت اومده نماز وتر. یکی این که 1 رکعت باشه یا 3 رکعت با 1 سلام تشهد و 1 سلام، یعنی با تشهد و سلام دیگه، 2 تا تشهد نداره مثل مغرب، یا 5 رکعت یا 7 رکعت یا 9 رکعت و یا اینکه 11 رکعت. این نماز وتره. اما نماز شب و تهجد و قیام رمضان و قیام لیلت القدر همش 2 رکعت 2 رکعت و هیچ سوره خاصی هم اختصاص نداره به قیام رمضان یا لیلت القدر. این که بگه مثلا سوره علم نشرح رو بخون، روایت نشده علم نشرح رو بخونی. میتونی علم نشرح بخونی، میتونی غیر علم نشرح بخونی. اختصاص نیست که شما بگید باید اینو بخونی بجز در وتر. در وتر سنت است که در رکعت اول سبح اسم رو بخونی، در رکعت دوم کافرون رو و در رکعت سوم قل هو الله رو بخونی. این در وتره. اما اینکه علم نشرح رو در 4 رکعت بخونی، نه خیر، باید نشده، صحت هم نداره. اما در مورد فرزندتون ببینید، حالا دقیقه نگفتی که چند سالش هست، چند ساله هستیم. به هر حال خیلی از مواقع هست بزهکاری و دست زدن، دزدی کردن به تعبیر عامیانه اون، برای اون کسی که این کار رو میکنه، اون نوجوانی یا کودکی که داره این کار رو میکنه، معنی دزدی نداره. این یک گرفت روانی هست که این رو باید ببرید پیش روانشناس و ببینید ریشه این موضوع از کجا میاد. اون به معنی گناه انجام نمیده. اون طفل اصلا گاهن یه طفلی معنی یه نوجوانی معنی دزدی رو نمیدونه، یا اگرم میدونه یه حس روانی هست که اون رو وادار میکنه به این، نه اینکه قصد گناه داشته باشه. لذا این بچه رو، این فرزندتون رو ببرید پیش روانشناس خوب و ببینید که مشکل و اشکال کار در کجاست، ریشه این کارش چی هست، به چه علتی داره این کارو میکنه.
از فقر نیست، از نادانی. خیلی از آدم ها هستن که همین گرفتاری ها رو دارن. خودش نه تنها در مورد دزدی کردن یا برداشتن مال مردم، نه تنها در مورد این، خیلی چیزا عادت شخص میدونه، میدونه بد، خوشش نمیاد، خودش رو سرزنش میکنه، ناراحت میشه، ولی دوباره حالتی داره مثل یه بیمارگونه دوباره دست میزنه به اون کار. حتما به یک روانشناس مراجعه کنید و دعا کنید برای فرزندتون. دعا کردن خودتون، دعای پدر و مادر از هر چیزی مهمتره. در این شبها مخصوصا شب اون قدره. برای بچه‌تون عافیت بخواید از خداوند، عافیت در اخلاقش، در رفتارش، در همه چیش. خب صدای این بیننده عزیز رو بشنویم. این سوال اول بخونیم. بیننده عزیز گفتن سلام استاد گرامی، میگن که مختصری درباره نماز عید توضیح بدید. نماز عید سنت مؤکد هست، نزد بخش فقها هم واجبه. نماز عید بعد از طلوع آفتاب به یک رب، 10 دقیقه رو بعد از طلوع آفتاب خونده میشه و 2 رکعت هست. در رکعت اولی بعد از خوندن، قبل از خوندن سوره حمد 7 بار تکبیر میگید، بعد سوره حمد رو میخونید، بعد سوره دیگر رو میخونید و سنت هستم است سبح اسم رو خونده بشه، سوره سبح اسم خونده بشه و دیگه بقیش هم مثل نمازهای معمولی و عادیه. سمع الله لمن حمیده رکوع میرید، بعد سمع الله لمن حمیده میگید، بعد سجده میرید، 2 تا سجده، دوباره بلند میشید برای رکعت دومی. در رکعت دومی قبل از اینکه سوره حمد رو بخونی 5 بار تکبیر میگید، بعدم دیگه بقیش هم در بعد از سوره حمد هل اتاک حدیث الغاشیه رو میخونی، بعدم رکوع و قیام و سجود و بقیش مثل نمازهای همیشه، سلام میدید. بعدش بعد از سلام خطبه خونده میشه، خطبه عید خونده میشه. البته این برای جماعته، اما اگه کسی به جماعت نرسید یا مسجد نبود یا جماعت نبود تنهایی خوند، دیگه خطبه نداره، همون 2 رکعت نماز رو میخونه به نیت نماز عید و خطبه هم فقط در مصلی یا در مسجد خونده میشه، توی خونه و توی جاهای خصوصی و اینا دیگه نماز عید به جماعت که خطبه عید بخونی نیست. میتونی جماعت بخونید ولی فقط نماز رو. بیننده گفتن سلام، اگر زن و مردی قبل از ازدواج با هم رابطه غیر شرعی داشته باشند و بعد با هم عقد کنند، آیا آن دو به هم حرامند و باید طلاق بگیرند و عده نگه دارند و توبه کنند و بعد به عقد هم در بیان؟ ببینید، اولا توبه کنند. اگه کسی دچار زنا شده، اگه مردی با زنی زنا کرده، اولین کار اینه توبه کنید، هر دوتون توبه کنید. اگه توبه کردید بعد میدونید میتونید عقد کنید و ازدواجتون و زندگیتون ادامه بدید. اما اگر قبل از توبه این کار رو کردید، توبه نکردید این کار رو کردید، نزد جمهور فقها میگن این عقد باطله و توبه کنن، بعد عده دیگه نداره. ببینید، چون اون عقد وقتی باطله، عقد باطل دیگه عده نداره. بعدش بعد اینکه توبه کردید عقد صحیح رو انجام بدید.
استاد محترم خسته نباشه، روزه و نماز شما قبول باشه. سوال من این بود که همه 6 روز شواله که روزه میگیرن، میگن هر روزی برابر به 60 روزه حساب میشه، آیا صحت داره؟ درسته؟ و گذشته از این روز 6 روزه که میگیریم، اگر به جمع از این بگیریم که به قرض حساب شده روزه قرض داشته باشیم، آیا این هم 60 روز روزه قرض اگر داشته باشیم به هر روزه حساب میشه یا نه؟ در این قسمت اما در مورد روزه شوال، ببینید این در مورد تنها شوال نیست، هر عمل صالحی که شما انجام بدید 10 برابر اجر داره. شما یک روز روزه بگیرید 10 برابر اجر داره. پیامبر علیه السلام در مورد روزه شوال فرمودند کسی که من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کانه صام صیام الدهر و کان صیام الدهر در روایت. اگه کسی 30 روز رمضان رو بگیرد و 6 روز شوال رو بگیرد، گویی که روزه سال رو گرفته است، کل سال. سال چند روزه؟ 360 روزه. بعد فرمود الحسنه تو به 10 امثالها، حسنه هر کار نیک و خوب 10 برابر اجر داره. 30 روز روزه گرفتی میشه 300، 6 روزم میشه 60، این 360 تعداد روزهای سال هست. لذا این به اون معنی نیست که شما 60 روز روزه گرفتی، نه، 60 اجر داری، 10 برابر اجر داری. یعنی شما یک عمل صالح انجام میدی، خداوند 10 برابر بهت اجر میده. یعنی ثواب شما یک نیست، ثواب شما 10 تا است، ولی گناه فقط یک گناه نوشته میشه، فقط یک گناه. من جاء بالحسنة فله 10 امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها. هر کسی یک حسنه آورد، یعنی یک کار نیک انجام داد، 10 اجر میگیرد، و کسی که گناهی کرد فقط همون به اندازه همون گناهش پاش نوشته میشه و مکافات داره. و 66 شوال هم به همین معنیه. این که میگن 60 روز اجر داره، 60 روز یعنی عبادت ماه، روزی سالت اینه، اجر 10 برابره. بگیم استاد محترم، مشکوک بودیم که پدر و مادر وفات شدن، هیچ خدمتی ندونستم با پدر و مادر بکنم، حالی به چی شکل نبودونم خدمتی به پدر و مادر بکنم؟ آیا قرآن بخونم بر و آینه بخشم دعا کنم؟ چی رقم دعای چی رقم به چی شکل بودونم که نه به پدر و مادر خو خدمت کنم؟ گناه حالی بفرد کنم ببر، یعنی به چی شکل بکنم که اونو جبران زحمات از من بکنم؟ در قسمت هم ملوات اگر بکنم چیکار کنه نسبت به پدر و مادر که زحماتش رو جبران کرده باشه؟ اولا کسی نمیتونه زحمات پدر و مادر رو جبران کنه. پدر و مادر کاری رو که انجام ده قابل جبران نیست، یعنی اینقدر بزرگه که نمیتونی جبران کنی. بس اینه که ما هر کاری هم در حق اونا بکنیم کار دیگری کردیم، یعنی ما وظیفه خودمون رو انجام دادیم. پدر و مادر ما چه در حق ما خوبی کرده باشن نکرده باشن، ما باید خوبی خودمون رو بکنیم. یعنی شما هر کاری بکنید تو یک ظرف زمانی قرار داری، اگر اون حسنات و خوبی ها رو انجام ندی میگذرد، در نتیجه باید انجام بدی. لذا خدمات پدر و مادر زحماتشون قابل جبران نیست، ولی ما میتونیم حق والدین رو به عنوان بر والدین، چه در زمان حیاتشون چه بعد از مرگشون، بر والدین رو داشته باشیم که خداوند فرمود و بالوالدین احسانا، و باشون به نیکی به خوبی رفتار کنید. و بر والدین جزو اعمال بزرگی است. کارهایی که میتونید بکنید، اولا به قبل از هر چیزی براش دعا کنید، در همه نمازاتون، بعد همه نمازاتون برای پدر و مادرتون دعا کنید. دوم اینکه به دوستاشون، به آشناهاشون، به کسایی که پدر و مادرتون دوستشون داشتن
فامیلاشون، نزدیکاشون بهشون سر بزنید، صله رحمشون رو به جا بیارید، احوالشون رو بپرسید، برای دوستانشون هدیه ببرید. کار سومی که میخواید بکنید اون چیزی که پدرتون میخواست، مادرتون از شما میخواست که باشید، اون گونه باشید براشون. اگر در زمان حیات خودشون نتونستید اون کار رو بکنید، الان بکنید. چی خواستن از شما انجام بدید که خیلی دلشون رو خوش میکرده، الان همون کار رو بکنید. و رفتن سر قبرشون براشون دعا کردن باز هم تأثیر. تو خونت هم دعا کنی میرسه، ولی رفتن سر قبرتون یه حس معنوی بزرگی برای خودتون داره و قطعا تأثیرم برای ایشون داره. میتونید صدقه هم بدید، صدقه دادن به نیت اونها خیلی عالیه. حج که نرفتن میتونید حج کنید به نیت اونها. بیننده عزیزی گفتن که سلام استاد، آیا وقف کردن رحل و قرآن برای مکتب خانه های مسجد و یا کمک دیگه ای که لازم باشه، آیا این هم جزء صدقه جاری محسوب میشه؟ بله حتما جزء صدقه جاریه هست. شما چه کتابی رو، چه قرآن رو، چه رحل قرآن رو هدیه کنید به مکتب خونه ها، به مدارس حفظ قرآن کریم، قرآن براشون بخرید، سیستم کامپیوتری که درش قرآن حفظ کنن براشون بخرید، هر چیزی که خدمت کنه به دین و به قرآن کریم براشون انجام بدید، برای شما صدقه جاریه است. تا زمانی که این وجود داره، وقتی که عمرش کوتاه بود از بین رفت، خب دیگه ادامه نداره، ولی چیزی رو انتخاب کنید که همیشه باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد گرامی سوزین تنجین تاما گلای خانواده سلامتی همه سوزن. خب این دهی رحمتم از مهم باره که رمضان سپری شد، پروردگار اجر و فضلشان یک بار شما عطا کند و عبادت های شما را به درگاهش قبول گردد. آمین. و برای ما بنده های نالایق هم پروردگار توفیق دهد که بیشتر عبادت کنیم. همیشه دعاگوی شما هستیم انشاءالله. تماس نگیرید با واتساب لطفا. که در نمازهای تراویح، در نمازهای فردی هم انشاءالله در حق شما دعا میکنیم که پروردگار خدمت های شما رو به درگاهش قبول گرداند و خوشبختی دنیا و آخرت نصیب شما و اهل خانواده و همه دوستان عزیزانی که در افغانستان بردین خدمت میکنید روی همه شما نصیب گرداند. آمین یا رب العالمین. استاد گرامی دو تا سوال کوتاه داشتم. سوال یکم در باره فطر روزه. فطر روزه رو آیا پیش از عید رمضان داده می شود؟ مثلا در همین شب روزها یا که در همین وقت ما بین های رمضان می شود که فطر روزه رو دادن، یا اینکه باید حتما در آخر رمضان پیش از نماز عید داده شود؟ پس در باره فدیه هم گفتنی بودم. فدیه حکم فدیه چیست؟ اما یعنی که فدیه را هم می شود که در هر وقت خواهیم دادن، یا که حتما باید که با مامن فطر روزه هر وقت معین دارد برای دادن فدیه تا کسی که بیمار هست یا که معذوره که روزه نمی دارد. استاد گرامی سوال دومی هم در باره کسی که در ماه رمضان دروغ می گوید یا که غیبت می کند، حکمش چی است؟ آیا که یک روز بعضی ها می گوید که باید که بعد از رمضان یک روز قضای روزش رو گیرد، چرا که سوال های نابود می شود؟ آیا حقیقت دارد یا خیر؟ خب استاد گرامی معذرت میخوام که وقت شما رو زیاد گرفتم و سوال نو پیدا شد در ذهنم. بعضی کسایی که دعا رو مسخره میکنن، در حکمشون چی هست؟ امروز اگر آگاهی داشته باشید در همین تاجیکستان برقا برای مردم چی میتن؟ و لیمیت میتن در بعضی منطقه ها چند ساعت میتن، 5 ساعت، 6 ساعت، 7 ساعت، هر خیلی از هر کدوم که خاموش میشود. یا برادر در افغانستان که همین نوارهای لاکر نکت رو ترجمه میکند، یه رو من نوار رو تماشا میکردم که بعضی جوان های تاجیک در زیر کامنت همون نویسته گیرن که خدا در تاجیکستان برق میشود، خدا در تاجیکستان برق میاد. من هم یکوی که چیز یعنی که دعا رو مسخره میکنم. حتما شون کس این کار <تص->
اما سوال های این بیننده عزیز و ممنون از دعای خیرشون. ببخشید. امید که دعاهای خیر همه شما عزیزان مقبول شده باشد و در حق ما، در حق خودتون، در حق همه مسلمانان، مخصوصا مسلمانان غزه دعا کنید. تنها صلاحی که در دست ما و شما هست در این مرحله شاید فقط همون دعا و مقداری هم کمک مالی باشه به گرسنگان و بیپناهانی که در اون سرزمین بزرگ و مبارز و اهل ایمان درش هستند بتونیم کاری براشون انجام داده باشیم. یکی دعا، یکی کمک مالی در حال حاضر. البته خب میشه با فشارهای اجتماعی و سیاسی هم کاری رو از پیش برد. یک سوال اولشون که میگن، سوال اولشون گفت که فطر روزه چه وقت بدیم؟ فطر روزه یعنی زکات فطر یا فطریه وقت افضل اون قبل از دادن اون قبل از عیده، قبل از نماز عید. و علیه میگن یکی دو روز قبل از نماز عید وقت افضله، یکی دو روز قبل از عید این وقت افضل. اگر بیفته بعد از عید دیگه زکات نیست، دیگه به عنوان فطریه خدا ازتون قبول نمی کنه، بلکه یه صدقه میشه مثل بقیه صدقات دیگه. پس سعی کنید اون رو قبل از عید، دو روز سه روز قبل از عید این رو به دست فقیر برسونید. برخی از اهل علم گفتن از وسط رمضان به بعد هم جایز این کارو بکنید و شما هم مقدار زکات فطر یا فطریه رو هم میدونید برای در اعضای هر یک نفر از اعضای خانوادتون 2.5 کیلو از قوت خودتون. اگه غذای اصلی شما برنج، 2.5 کیلو برنج یا پولش یا خود برنج، برنج رو که بدید به سنت نزدیکتره، ولی در اجتهاد بعضی از اهل علم هم گفتن مقصد فایده فقیره، کدومش به نفع فقیره، پول یا مواد غذایی، هر کدوم بهتر بود برای اون فقیر اون کار رو انجام بدید. و اگر قوت اصلی شما گندمه، گندم بدید، یعنی به نان گندم بدید. سوال دومشون گفته فدیه در چه وقت؟ فدیه وقت مشخصی نداره، اگه در رمضان بدید خوبه، اگه بعد رمضان هم بدید خوبه، ایرادی نداره، ولی تأخیر نیندازید، زیرا که خب به هر حال این فدیه مرتبط به این ماه رمضانه. حالا اگه در رمضان تونستید بدید خوبه، اگه قبل اینکه رمضان تموم بشه بدید بازم اشکال نداره، بعد رمضان هم بدید باز هم جایز و درست. سوال سوم ایشون در مورد میگه در ماه رمضان دروغ گفتن، غیبت کردن. دروغ گفتن و غیبت کردن و اینا از اجر روزتون کم میکنه، گویی اینکه روزه نگرفتید. تا جایی میرسه که انسان بسته به اینکه چه دروغی گفته، اگه غیبت کرده، اگر زیاد بوده کم بوده، اینا باعث میشه اجر و ثواب عباداتش رو از دست بده. حتی اجر ثواب نماز هم به وسیله غیبت و دروغ گفتن و فحش دادن و بد و بیرا گفتن اجر اون عبادات کم میشه، زیرا پیامبر علیه السلام فرمودن من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجه لله ان يدع طعامه وشرابه. کسی که در رمضان دروغ گفتن و قول باطل و قول ناحق رو ترک نکنه، خدا نیازی نداره که شما خوردن و آشامیدن رو دیگه ترک کنید، یعنی روزتون مثل این که هیچ اجری نداره. در حدیث دیگه ای فرمود بعضی از آدم ها روزه میگیرن لیس له من صیامه الا الجوع والعطش، در روزه ای که گرفته هیچی ثواب نمیبره به جز گرسنگی و تشنگی. بعضی هم از قیامشون، نماز شبشون هم هیچ فایده ای نمیبرن به جز خستگی.
یعنی هر چه اجر داره رو از دست دادن به خاطر اینکه غیبت میکنن، دروغ میگن، تهمت میزنن. و اما سوال بعدیشون میگه دعا رو مسخره کردن. اگه کسی بگه خدای مثلا برق بیاد در تاجیکستان، ببینید این دعای غلطی نیست، دعای غلطی نیست، مگه اینکه طرف قصدش مسخره باشه. به هر حال این برق هم که قطع شده علتی داره، سببی داره. شما دارید دعا میکنید که این سبب فراهم بشه، برق بیاد، سبب قطع شدنش رفع بشه که برق قطع میشه، مثل بقیه نعمتهای دیگه است. شما وقتی که دعا میکنید میگید خدای مثلا بیماری ما رو شفا بده، قطع برق هم یک نوع نقصه، بیماری بدنتون هم یک نقصه. این بیماریتون دارو میخورید، ولی اونی که اثر میبخشه خداونده. بقیه رزق و روزی هم همینطوره. وقتی که شما دعا میکنید برای اینکه روزیتون زیاد بشه، که نمیاد روزی، نمیاد از پنجره بیفته داخل خونتون، یه سببی باید فراهم بشه براش. در نتیجه اشکال نداره، مگه اینکه عرض کردم اگه مسخره کردن دعا رو تمسخر کنن، یعنی اینکه مقصودشون این باشه که خداوند نمیتونه کاری کنه، معاذ الله، این کفر. ولی اگه برای گرم کردن مجلس، اینم نادرست و ناسوابه. اگه کسی قصد استهزاء به دین خدا رو داشته باشه کافر میشه. بیننده عزیز گفتن سلام و رحمت الله و برکاته، جناب استاد زرابی، حکم گوشت پرندگان مانند کلاغه ها چیست و چگونه بفهمیم پرندگان، چه پرندگانی حلالن؟ و ثانیان آیف، خب ببینید، اما پرندگان، پرندگانی که شکاری هستند، زی مخلب من الطیر فرمود، اینا گوشتشون حرام، مثل عقاب، مثل شاهین، مثل کلاغ، مثل بقیه اینها. کلاغ ها میان جوجه ها رو شکار میکنن، کوچکترها رو شکار میکنن، از خودشون کوچکتره جثه‌شون، پرندگان یا حیوانات، و چنگ دارن، نوک تیزی برای شکار دارن، و این نشانه اون هست. بعضی هم خب در بعضی از احادیث سوال شده از بعضی از حیوانات و پرندگان و جواب در احادیث اومده. بعد میفرماید که آیا فطریه به مشرک میرسد؟ نه خیر، به مشرک نمیرسد، فطریه رو باید فقط به اهل ایمان بدید، زیرا پیامبر علیه الصلاه و السلام فرمود اغنوهم عن السؤال، یعنی اونایی که برای عید، مسلمانانی که میخوان عید بکنند، شما فطریه بهشون بدید که دیگه نیان گدایی نکنن به خاطر غذای عیدشون، به فقرای مؤمنین میدید و اونا رو در شادی و خوشی و عید شریک میکنید. به مشرک داده نمیشه، بلکه باید به اهل ایمان بدید، هم زکات رو هم فطریه رو. ولی صدقات تطوع رو میتونید به دیگران هم بدید، اگر انسانهایی هستن محتاجن، حالا هر دینی باشه، وقتی شما میبینید که انسان گرسنه ای افتاده داره تلف میشه، باید کمکش کنی، غذا بهش بدی، زنده بمونه. پیامبر فرمود فی کل کبد رطب صدقه، هر موجود زنده ای غذا و آب بهش بدی صدقه است. میگه چون شهر ما همه مشرک و به زیارت امامزاده شهر میروند. ببینید این اطلاق کردن، این که همه مشرکند و همه، این رو سعی کنید ترک کنید، هیچ وقت حکم عام ندید. به یک کسی میره زیارت امامزاده، باش حالیش کنید، ببینید چرا میره، چطوری میشه حالیش کنید. زیارت قبرستان رفتن به این شیوهی که ایشون ذکر کرد، یک بدعته. دو، اگر دور قبرش طواف کنن، اگر ازش، از صاحب اون قبر جلب منفعت و دفع ضرر بخوان، طلب خوبی کنند و دفع بدی از ایشون بخوان، این شرک. زیرا ما میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدای فقط تو را میپرستیم و فقط از تو کمک میخواهیم. ولی این میره
تواف میکنه، تواف پرستیدنه، عبادت تواف. تواف کردی دور قبرش، این یک دیگه ایاک نعبودو نکردی. و اگه ازش طلب کردی بهت فرزند بده، رزق و روزی بده، بلا رو از او دور کنه، خلاصه خیراتی بهت بده، اینم شرکه، چون ازش استعانت خواستی و نباید از غیر خدا بخوای. ولی خب کسی هست نه اثر عادت یا اثر بدعت میره میگه تبرق که میگه مثلا ثواب داره، میگه از این حرفا. اگر اعمال شرکی انجام نده فقط این کارا باشه میگیم بدعته، اما اگر اعمال شرکی انجام میده اون وقت تبدیل میشه به شرک. و اگر این رو به عنوان حالی باشه، خودش بفهمه چیکار داره میکنه، شرک اکبر. اگر حالی نباشه باید حالیش کنید اولا. و سوال بیننده عزیز، میگه سلام علیکم، از هرات هستم. سوال من این است، من بزرگ فامیل مدت 3 سال از تمام فامیل وتر روزه رو ندادم، منظورشون فطره، فطری روزه رو ندادم چون نداشتم. امسال به یک دفع پرداخت کنم اشکال داره؟ و اگر به کسی بدهم که اهل تشیع هست اشکال داره؟ اولا این که ندادی گناهه، برات فرض، باید بدی. بله باید امسال عمر رو بدی، ولی به عنوان صدقه ازت پذیرفته میشه مال اون 3 سال گذشته رو. مال امسال رو قبل از عید باید بدی، نذاری بعد عید. یعنی الان چند روزی مونده، از همین روزا پرداخت کن، همین روزا قبل از اینکه رمضان تموم بشه پرداخت کن. و دوربر خودتون اگر هر به هر مسلمانی بدی جایزه، ولی اگر اون تشیعی که شما میگه اهل بدعت فراوان و اعمال شرکی هستن بهشون نمیرسه. من توضیح دادم که شرک چی هست و چگونه است. اگر از اون نوع شرکی هست نه خیر، بهش نمیرسه، اما اگر اهل اسلام و اهل ایمان هست بهش میرسه. چقدر وقت مونده؟ بیننده عزیز گفتند که سلام علیکم، آیا زن وقتی شوهر و فرزندان را فرزندان راضی نباشند رفتن به مجالس قرآنی و نماز خوندن درست است؟ رفتن به مجالس قرآن، رفتن به مجالس ذکر، رفتن به مجالسی که در تعلیم علم هست، اجازه همسرتون بر شما فرضه، ولی اجازه فرزند به شما ربطی نداره. اونا باید از شما اجازه بگیرن، فرزندان باید از مادرشون و از پدرشون اجازه بگیرن، نه اینکه مادر بیاد از فرزندش اجازه بگیره، اجازه میدی من برم مسجد نماز بخونم، اما از شوهرت اجازه بگیر. ولی شوهرت هم حق نداره تو رو منع کنه از رفتن به مسجد، از رفتن به یاد گرفتن علم نافع. زیرا پیامبر علیه السلام فرمودند لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، بندگان خدا رو، زنان رو از رفتن به مسجد منع نکنید. این دستور پیامبره، نهی کرده از اینکه کسی بیاد مانع رفتن زنان به مسجد بشه. حالا اگر در اون مسجد کلاس قرآن باشه، علم دیگه ای باشه، باید یاد بگیرن، شوهر نباید مانع بشه. فرزند که عرض کردم به هیچ وجه حق این رو نداره اصلا. و اما میگه وقتی امام به دعوت تبلیغ میره مردم امام ندارند، مجبورند فرادا بخوانند. من سوره بلد نیستم، آیا در نماز وتر سوره کوچک خواند؟ ببینید اون امامی که جماعت رو ترک میکنه، مردم رو رها میکنه، میره برای تبلیغ که مردم توی مسجدش جماعتشون ترک بشه، این انسان انسانی ناآگاهه. اجر و ثواب این جماعت و این مسجد و این مردم بر عهده شماست.
آگاه کردن اونها، نماز جماعتشون برگردن این امامه. به تبلیغ رفتن اشتباه بزرگیه وقتی که اینجا مردم به نماز جماعت شما محتاجن. و اینقدر نشانه ناآگاهیه که انسان بیاد یک کار واجبی رو وقتی که شما تعیین شدید گفتن شما امام مسجد هستید، دیگه بر شما فرض اینجا نماز بخونی، حق نداری این جماعت رو، حالا جماعت به خاطر شما به هم خورده، اون وقت میرید تبلیغ میکنید دیگرانی که دورترن. در این صورت شما دارید مرتکب گناه میشید. بله، هر سوره ای بخونید شما، فرض کن قل هو الله حفظی، قل اعوذ برب الناس حفظی، قل اعوذ برب الفلق حفظی، هر کدوم رو بخونید درسته. لازم نیست سوره بزرگ بخونید، چی بلدی اونو بخون، قل هو الله بخون، انا اعطیناک الکوثر بخون، اذا جاء رسول الله بخون. خب فکر کنم به انتهای برنامه رسیدیم. تا برنامه دیگر، فرصت دیگر، همه شما عزیزان رو خدای بزرگ میسپارم. و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. رمضان 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 یا حبیب رمضان.